چطور ممکنه دو مکانی که فقط سه کیلومتر با هم فاصله دارن 21 ساعت اختلاف زمانی داشته باشند؟ پرده یخی چیه و چه ربطی به آمریکا و روسیه داره؟ امشب جزایری که به جزیره دیروز و جزیره فردا هم معروفن رو زیر ذره میبریم. اسم هر دو دایومید دایومید کوچک و دایومید بزرگ یکیشون متعلق به روسیه است و یکی دیگه ایالات متحده آمریکا فاصله هر کدوم حدود 40 کیلومتر تا مرزه دو خط فرضی از بین این دو جزیره رد میشه خط اول که مشخص مرز بین ایالات متحده است و روسیه و دیگری خط بین زمانه فاصله مکانی این دو جزیره از هم کمتر از چهار کیلومتره ساعت دوازده ظهر پنجشنبه در دایومید کوچک میشه ساعت 9 صبح روز جمعه در دائمید بزرگ یعنی 21 ساعت اختلاف زمانی یکم عجیبه این به خاطر همون خط بین‌المللی زمانه خطی فرضی روی سطح کره زمین که از میانه اقیانوس آرام رد میشه و کشتی ها با هواپیماها با گذر از این خط تاریخ روزی که تون هستن رو عوض میکنن هنگام عبور از این خط از غرب به شرق باید یک روز به تقویم اضافه کرد و برعکس دلیل اینکه این خط مستقیم نیست هم به این دلیله که خواستن از تقسیم زمانی بعضی واحدهای سیاسی و گروههای جزیره جلوگیری کنند اسم جزیره ها از یک قدیس مسیحی وام گرفته شده توی دایامید آمریکایی یک شهر کوچک با همین اسم هست که جمعیتی نزدیک به 120 نفر درش زندگی میکنن نه خبری از هتل هست و نه رستوران حتی اینترنت هم ندارن و نامه هاشون رو با هلیکوپتر براشون میارن هوا بسیار سرده و گاهی زخامت یخ اونقدر هست که هواپیماها روی یخ فرود میان <سlà> <سlà> <تصفيق> <تصفيق> <تص اما کسی در جزیره دایمید بزرگ زندگی نمیکنه در واقع در دوران جنگ جهانی دوم شوروی سابق ساکنان بومی رو از جزیره بیرون کرد و اینجا به پایگاه نظامی تبدیل شد که تا پایان جنگ سرد هم برقرار بود جنگ سرد البته تموم شده و الان فقط مرزبانان روس اونجا هستند در زمان جنگ سرد به این مرز فرضی که از تنگه برینگ رد میشه و حد فاصل آلاسکا و سیبریه پرده یخی هم میگفتن چرا که رفت آمد میان این دو جزیره در اون موقع ممنوع بود اما مرداد سال 1366 با اینکه رفت و آمد عمومی ممنوع بود لینکاکس یک شناگر زن آمریکایی مجوز گرفت و این فاصله رو در دو ساعت و شش دقیقه شنا کرد از جزیره کوچک به جزیره بزرگ در شوروی رسید لینکاکس بعد از 48 سال تلسم مرز رو شکست و همونطور که میخواست نشون داد همسایگی نه در مسکو و واشنگتن که در روابط میان آلاسکا و سیبری تعریف میشه چند ماه بعد هم در جلسه امضای پیمان منع موشک های هسته ای میان بورد، میخایل گورباچوف و رونالد ریگان رؤسای رو جمهور وقت شوروی سابق و آمریکا از حرکت سمبولیک لینکاکس تقدیر کردند پیمان منع موشک های هسته میان برد البته بعد از خروج ترامپ و بعد روسیه ملغا شده و روابط روسیه و آمریکا هم مدت هاست که تیره و در دوره بایدن هم فعلا خبری از ترمیم این روابط نیست و حتی شرایط تا حدودی هم بدتر شده. شاید اگر یک شناگر دیگه دوباره در یک کرکت نمادین فاصله 3-4 کیلومتری این دو جزیره رو طی کنه و از جزیره دیروز به جزیره فردا بره، یعنی از مرز آمریکا رد شه و به روسیه برسه، شاید یخ روابط آمریکا و روسیه هم کمی آب بشه.